بحران دیپلماتیک میان ایران و عربستان به تنش میان شیعه و سنی در منطقه بدل شد. در نخستین دقایق بامداد دوشنبه حمله افراد ناشناس به یک مسجد اهل سنت در شهر حله عراق 3 زخمی بر جای گذاشت و باعث تخریب بخشهایی از این مسجد شد. از سوی دیگر رهبران اروپا تهران و ریاض را به خیشتنداری فراخواندند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: ما خواستار ثبات در خاورمیانه و روابط نیکو میان کشورهای این منطقه هستیم. این امری بسیار ضروری برای حل بحرانی است که هم اکنون در سوریه شاهدان هستیم. بحرانی که سرمنشأ بسیاری از این نوع مشکلات است. پس از اعدام نمر، رهبر شیعیان عربستان سعودی، بریتانیا و آلمان اجرای حکم اعدام در این کشور را محکوم کردند. یک سخنگوی دولت آلمان گفت: تحولات اخیر در عربستان سعودی هشدار دهنده است. دولت آلمان با حکم اعدام به شدت مخالف است. ما در چارچوب صادرات اسلحه به عربستان به چنین تحولاتی در این کشور نیز توجه داریم. مسکو حمله اخیر به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران را محکوم کرد. مقامات روسی به عنوان میانجی در قالب یادداشتی از سوی وزارت خارجه این کشور از تهران و ریاض خواستند تا با همکاری و گفتگو به اختلافات خود پایان دهند.